بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته أجمعين. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز با مجموعه از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار هم دیگر هستیم. جالب هست ببینیم که در همه امور زندگی، در امور کشورداری، ما ارشاداتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم. الان امروزها بحث انتخابات داغه و چه انتخابات مجلس بود، انتخابات شورای شهرها بود و الان انتخابات ریاست جمهوری و هر کس خودشو کاندید میکنه. چهرهایی هستن که 40 سال که هست از بطن این نظام هم بیرون اومدن دیگه. ببینیم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی دیدی داشتن در مورد کسی اگه خودشو کاندید میکرده، تقاضا میکرده که بهش پست و مقام میداده میشه در یک جامعه‌ای که جامعه برتر بود، افرادی که درش بودن افراد با تقوا بود، افرادی بودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را تربیت کرده بود، به تعبیر قرآن از سابقون بودن. و این از سابقون در که در میخونیم یک ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. قبلا صحبت کردیم که گروهی هستند، گروه زیادی هستند که در اولین هستند، یعنی اولین نسلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ساختند، سپس در نسل دوم بود، سپس در نسل سوم، همطور که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که خیر القرون قرنی، بهترین نسل نسلی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در میانشون بودن. بعد نسلی که توسط نسل دوم، نسلی که توسط اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت میشن، و نسل بعدی نسلی که توسط شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت شدن، که اینها حقیقتا میشن که ثلت من الاولین، که بار دیگه در آن نسلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ساختن این گروه بیشتر هستند. پس الان ما در جامعه باید نگاه کنیم. احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن در اینجا صحبت ما هست و بحثی که خواهیم داشت در مورد کاندید شدن هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه برخوردی داشته؟ آیا به طور عموم هست این حکم، یا اینکه نه، یک زمانهایی هست که اگه کسی واقعا شایسته بود و نیاز بود بایستی کاندید شود؟ ببینیم، اولا احادیث رو بخونیم و بعد بیاییم به توضیح این قضیه. خب باب 81 هست، میتونیم احادیث رو با هم دیگه ببینیم. باب النهی عن سؤال الاماره، یعنی اینکه انسان پستی حکومتی به دست بیاره نباید تقاضا کند. و اختیار ترک الولایات اذا لم يتعین علیه، دقت کنید چگونه امام نووی رحمت الله علیه بیان میکنه، و اختیار ترک الولایات. اصل این هست که نبایستی انسان درخواست کند هیچ پستی و منصبی از بالاترین مقام تا مقامهای دیگه. اذا لم يتعین علیه او تدعو الحاجة الیه، دقت کنید،
مگر اگر که دیگه متعین نشود برش دیگه حالت فرض میگیره، یا اینکه نیاز هست به این فرد، این فرد بایست این گونه باشه، باید باشد. خب اولین قضیه که میاره قال الله تعالی، جالب است گفتیم که همیشه امام نووی رحمت الله علیه ابتدا آیات میاره و بعد احادیثی در این باره اومده. اولین یک آیه بیشتر هم استدلال نمی کنه، تلک الدار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولعاقبت للمتقین. میگه این جهان آخرت، این سرای آخرتو برای چه کسانی قرار دادی؟ برای کسانی که در زمین سرکشی نمی کنن، طغیان نمی کنن و فساد نمی کنن. عاقبت برای پرهیزکاران است. خب اولا که امام نووی رحمت الله علیه وقتی که اون شرط رو آوردن که اذا لم يتعین علیه او تدعو الحاجت الیه، خب این هم همین گونه از توی ذهن خودش نیاورده، بلکه دلیلی هست در این مورد از قرآن و از عمل کرده یکی از انبیا علیه السلام که حضرت یوسف از توضیح خواهیم داد. در این آیه خداوند فرمودند که ما این جهان سرای آخرت رو برای چه کسی قرار میدیم؟ برای کسانی که نمیخواند در زمین سرکشی کنند. این آیه وقتی ما نگاه میکنیم خب کجا اومده؟ این آیه بعد از سرگذشت قارون میاد. اصلا سوره قصص از ابتداش وقتی نگاه میکنیم، ابتدای سوره صحبت از سرکشی فرعون هست. ما اگر به ابتدای این سوره نکنیم، آیه 83 هست، برگردیم به آیه اول این سوره نکنیم فرمان که از نبأ موسی و فرعون برای مردمانی که ایمان آوردند این سرگذشت رو به حق بر تو میخونیم، بازگو میکنیم. فرعون در زمین سرکشی کرد، حلا فی الارض، و بعد چه کار کرد؟ مردمان مصر رو گروه گروه قرار داد که گروهی از اونها را به استضعاف، به بردگی میکشوند، پسران رو میکشت و دختران رو زنده نگه میداشت. او از مفسدین بود. حالا دقت کنید آخر آیه چی فرمودن؟ اونجا فرمودن که تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. اینجا هم فرمودن که فرعون علا فی الارض مفسد بود، والعاقبة للمتقین هم اینجاست که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تا آخر این قضیه که میاد، بعد صحبت از قارون میاد، قارون که از قوم موسی بود، اما با دیدن تمام حتی معجزات از موسی علیه السلام، با اینکه از بنی اسرائیل بود اما فرعون رو انتخاب میکنه به خاطر جاه و مقامی که داشت، پولی که داشت، فرعون را انتخاب میکنه و انتخاب فرعون سبب هلاکتش شد دیگه. راه فرعون انتخاب میکنه، دار و دسته فرعون رو انتخاب میکنه که باعث هلاکتش میشه. علو در زمین داره دیگه، خودخواه میشود، مغرور میشود به آنچه که خدا بهش داده. و در نهایت هم چی فرمودن که فخسفنا به و بداره الارض، از بین رفت دیگه. و بعد یک نتیجه گیری کلی از این
آیه می شود، از این سوره می شود که ما این جهان آخرت رو برای کی قرار دادیم؟ برای کسانی که نمیخوان در زمین فساد کنند، نمیخوان در زمین سرکشی کنند. حالا چه ربطی داره این قضیه با کاندید شدن؟ ارتباط این آیه با این قضیه چیه؟ تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این سرای آخرت رو برای چه کسانی قرار میدیم؟ برای کسانی که نمیخوان در زمین علو کنن، سرکشی کنن، طغیان کنن و نه فساد. فساد چیه الان؟ فساد دیگه انسان در جامعه میبینه دیگه، ظلمی که میاد، بی قانونی، فساد، این اختلاس، کارهایی که میشه. آخرت میگه برای کسانی است که اینها رو نمیخوان، در زمین امکان داره علو کنن، ایشون مجالی داده بشه. اما جالب هست که آخرش هم میفهمن که والعاقبت للمتقین، عاقبت برای پرهیزگاران است. یعنی عاقبت این نیست که حالا انسان بیاد فوری یک مدت زمان کوتاهی بینگرد، یک سال، دو سال، ده سال. بیایم به سرگذشت انبیا نگاه کنیم در طول تاریخ، بیایم به سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم، خب میبینیم که مجموع در مجموع عاقبت برای پرهیزگاران بوده. اونا از بین رفتن، دولت شرک از بین رفت، ابو جهل ها، ابو لهب ها، امیه ابن خلف ها، اینها سران کفر از بین رفتن. کی موند؟ عاقبت برای کی بود؟ نهایت از آن کی بود؟ در این دنیا و در آخرت دیگه. مهم نیست که رو اشتباه نکنیم که این که خب یه نفر، دو نفر، ده نفر در این راه توسط مشرکین به شهادت رسیدن، ندیدن. خب این مجموع متقین و العاقبت للمتقین، این گروه پرهیزگاران، عاقبت از آن اونهاست. حالا خواهیم دید بر اساس روایاتی که هست چه ارتباطی داره این آیه با این احادیث، بحثی که هست. اولین حدیث از ابی سعید عبدالرحمن ابن سمره هست رضی الله عنه که میگه که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، صفحه لپتاپ رو ببین داشته باشیم، بزرگش کنیم، میگه که یا عبدالرحمن ابن سمره، ای عبدالرحمن ابن سمره، لا تسأل الاماره، مسئولیت و نخوا، میشی امیر، یه پوستی تقاضا کنی، این کارو نکن، لا تسأل، سوال نکن. چرا؟ پس اینی دقت کنید، میگه تو دنبال این نباش، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، اگه بدون اینکه خودت دنبالش باشی یه پوستی برسی، تشخیص بدن که تو شایسته این پست هستی، خدا کمکت میکنه. و این اعطیتها عن مسألة وکلت الیها، اما اگر دنبالش بودی، سعی و تلاش کردی، اومدی تبلیغات کردی، میلیون ها خرج کردی، بند و بست هایی بود، و کلت الیها، رهات میکنه خدا، توفیق خدا دیگه شاملت نمیشه. خب بحث جالب دیگه هم میاد، اصلا امکان داره بگیم که چه ربطی داره. و هنگامی که و اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، بروایت امام بخاری و امام مسلم. و اگر سوگند خوردی
بر چیزی، بعد دیدی که آنچه که غیر از این کاری که برای سوگند خوردی بهتر هست، آنچه که بهتر هست انجام بده و کفاره قسم تو بده. و جالب هست چه ارتباطی داره الان. خب اولا فرمودن که ای عبدالرحمن ابن سموره امارت رو نخواه، پست های حکومتی رو نخواه، خود دنبالش نباش. چرا؟ چون وقتی که کسی دنبال یک پستی است، چشمش هست دنبالش، خب معناش چیه؟ معناش اینه که دنبال این پست و مقام هست و برنامه‌هایی برای خودش داره، یا اینکه واقعا انسانی است که میخواد اختلاس کند، دزدی کند، مقام و منصبی داشته باشد، ظلم کند، مردم بهش احترام کنند، از این حرفا. و یا وقتی که انسان دنبال پست و مقام هست، انسان نمیدونه چی میشه، تحت تأثیر قرار میگیره. چقدر انسان هایی که مثلا خوب بودند، پست و مقام گرفتن، منحرف شدن. براشون پست و مقام خیلی مهمتر هست. چه بسا ظلم میکنن، به حقوق دیگران تعدی میکنن. پس میگه لا تسأل الاماره، چشمت به مقام و منصب نباشه در دولت، در حکومت، پست های کلیدی و حساسی که هست. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی که میرفتن برای جمع‌آوری صدقات هم، وقتی کسی میرفت خودش میگفت که یا رسول الله به من این پست رو بده، محرومش میکردن. همونطور که در حدیث صحیح هم هست که حضرت علی رضی الله عنه و حضرت عباس در همون آخرین روز وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا یک دو روز قبل از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت عباس به حضرت علی میفرمان که بریم پیش رسول الله ببینیم که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم کی میشه حاکم، امیر کی خواهد بود، اگر از ماست بتونیم، اگر در غیر ماست پیامبر برای ما سفارش کنه. که حضرت علی رضی الله عنه فرمودند که نه، این کارو نکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگاه کسی میرفت خواستار یک پستی بود، محرومش میکرد. اگه پیامبر ما را محروم کرد، همیشه محروم خواهیم بود. دیگه هیچ کس به ما پست و مقامی نمیدهد، نمیتونیم، کسی از ما نمیخواد. چرا؟ زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله را من کرده. پس وقتی که کسی دنبالش هست، در این که حالا یا نیت خوبی نداره یا این که در معرض این فتنه ها قرار بگیره، دنبالش هست دیگه، این هست به خاطر این که این مقام هایی که در حکومت هست، مقام های خدمت هست، خدمت به مردم هست، خدمت به خلق هست، نه اینکه به عنوان پست و مقام باشه که مردم در خدمت او باشند. بعد فرمودن که اما وقتی که بدون اینکه چشم داشته، بدون اینکه دنبالش باشی، به تو این پست و مقام داده بشه، خدا کمکت میکنه، توفیقت میده. غالبا این گونه است. کسی که در خود از فرار میکنه، نمیخواد، خب خدا کمکش میکنه. بس الان نگاه کنیم با این بحث انتخابات که هست و کاندیداتوری بعضی از مردم،
این هست دیگه، داریم میبینیم واقعا هر کی دنبالش هست موفق نمیشه. و این نیست که این فرد به عنوان بهترین باشه. مثلا یه فردی بگه چون من بهترین هستم و نیاز هست، همونطور که در ابتدا گفتن، در خود این توان رو میبینه واقعا، خب اینجاست کاندید میشه، خوبه. اما وقتی که میبینه که در اصل یک فساد سیستماتیکی بر جامعه حاکم هست و نمیتونه کاری انجام بده، خب چه کار ازش ساخته میشه؟ وقتی که از فیلترهای زیادی افرادی که مد نظر هست بعد انتخاب بشن، افرادی که میخوان، پس این اینجا اصلح انتخاب نمیشه. افراد انتخاب میشن که مد نظر هستن، یعنی هدف خدمت کردن به مردم نیست، هدف چیزی دیگه، هدف حفظ مثلا میگن که نظام هست به عنوان مثال. خدمت به مردم نیست در اینجا که بهترین فرد، اصل اینه که شایسته سالاری بهترین فرد باید انتخاب بشه که خدمت کند به مردم، نه اینکه بخواهد بر مردم حکم کند، مردم رو برده خودش قرار بدهد. یوسف علیه السلام میخونیم در سرگذشتشون که قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. تقاضا میکند در اینجا که یک پست مهم حکومتی به عهده بگیره نبی خدا. و بعد چرا؟ چون الان واقعا نیاز به این فرد هست، نیاز به حضرت یوسف علیه السلام هست که تونستن جامعه را حفظ کنن. وقتی که انسان در خودش این توان رو میبینه و این میتونه واقعا خود را معرفی کند، حالا اگه انتخاب باشه مردم انتخابش کنن، خب بسیار خوب. ولی وقتی که نه، انتخاب بر اساس شایسته سالاری نیست، بلکه بر اساس یک معیارها و ضوابطی است که قرار داده شده و فیلترهایی است که قرار داده میشه. خب اینجا همین هست، و کلت علیها، رهات میکنه خدا، درد و سرهایی که بعد خواهد داشت در احادیث دیگه میبینیم. پس انسان مواظب باشد، دقت کنیم، اگر واقعا قصد خدمت انسان نداشته باشه و ضرورتی نبیند دوری کند. مسئولیت هست، سؤال می شود از انسان در روز قیامت در این دنیا. دقت کنید، شما وقتی می خواهد اداره کنید، اداره کردن یک خونه، چند نفر هستن، چقدر سخت است. بعد امکان داره یک شرکتی داشته باشه، یک مؤسسه‌ای داشته باشه، اداره کردن چندین کارگر داره. شما هی برید بالاتر تا اینکه کسی میاد که به عنوان رهبر مملکت هست، رئیس جمهور مملکت هست، در برابر همه اینها پاسخگو خواهد بود. در روز قیامت پاسخگو خواهد بود، از همه اینها سوال میشه چیکار کردیم. خصم شما تو این دادگاه یکی یه نفر دو نفر هم نیست که، یه امتی هستن، 80 میلیون انسان میان در یه طرف هستن، تو الان یه طرف، چیکار کردی؟ مسئولیت داری در برابر پستی که گرفتی، دنبالش بودی، چیکار کردی؟ حضرت عمر رضی الله عنه می فرمودند که سوگند به خدا اگر حیوانی در عراق پاش بره تو سوراخی، من مسئول هستم. خود را در برابر حیوانات هم مسئول می دونستن. اواخر عمرشون می فرمودند که بار الله رعیت من زیاد شده، مردم در زیر چتر
دولت اسلامی زیاد شدن. بار الله نمیتونم ادارشون کنم. خدایا زندگیمو تموم کن دیگه، نمیتونم. این میشه مسئولیت پذیری. اما اینکه انسان دنبالش باشه، انسان باید برحذر باشه. حالا در ادامه حدیث فرمودن که اگه سوگند یاد کردیم برای کاری و گفتیم این کار رو انجام نمیدم، بعد دیدی نه اشتباه کردی، این کار انجام دادن بهتر هست، میگه بهتر رو انجام بده. سوگندی که خوردی سوگندت کفارشو بده، اما کار خوب رو انجام بده. در که در حد آیه میفرماند که لا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. یعنی اینکه سوگندتون نبایستی مانع بشه که شما خوبی کنید، اصلاح کنید. نگید که من نه من سوگند خوردم. خب سوگند خوردی، سوگندتو بشکن، کفاره بده، اما کار خوب انجام بده، کفارشو میدی. حالا جالب هست چون صحبت از امارت هست دیگه، به خصوص اونهایی که مسئولیت داره، کان داره سوگند بخوره، پستی داره، مقام داره، از موضع قدرت صحبت میکنه، سوگند میخوره که این کار انجام نمیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که در هر موقعیتی که انسان باشه، به خصوص اونهایی که قدرت دارن، پستی دارن، اگه سوگند یاد کرد که این کار رو انجام ندم، به خاطر این قدرتی که داره، مقامی که داره، این قدرت و مقام، این موقعیتش سبب نشود که کار خوب رو انجام نده. دید سوگند یاد کردی، دیدی اشتباه هست، سوگندتو بشکن، کفارشو بده و کار خوب انجام بده. خب برای این حکمش برای همه است، در هر حالتی که انسان وقتی قسم یاد کرد، قسمی که یقین یعنی هدف داره، این وقت قسم رو زبون هست و قصدی نداره، اما زمانی که قصد داشت سوگند یاد کرد که این کار انجام ندن، در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی که دیدی اشتباه کردی میخواد سوگند تو بشکن، سوگند تو بشکن و آنچه که خوب هست انجام بده. حالا کفارش چیه؟ کفارش این هست که همونطور که میخونیم در سوره مائده هست آیه 89 میفرمون که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. سوگندهای بیهوده بی هدف لغو یعنی که هدفی نداره، اون زبونشه، میگه خدا مؤاخذتون نمی کنه، حکمی برش مترتب نمیشه، اما آنچه که شما هدف دارید، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یعنی قصد دارید، با قصد سوگند یاد کردید، اینجاست که برش حکم مترتب میشه. حالا میخوای این سوگند تو بشکنی، چه چیزایی هست؟ میفرمان که فکفارته یک، به ترتیب هست، دقت کنید، اگه این نشد میره دومی، دومی نبود میره سومی، نه اینکه انتخابی است، نه. اول غذا دادن 10 مسکین هست از اون چیزی که خودت میخوری، متوسط. یعنی اگه یه روزی شما توی ماه مثلا کباب خوردید، یه روزی مثلا اومد یه غذای خیلی ساده ای خوردید، خب در طول ماه چی میخورید؟ این حساب میشه، این معنای اوسط ما تطعمونه،
در طول ماه شما چی میخورید؟ برنج و گوشت هست، برنج و مرغ هست، یا هر چیزی که هست. این میشه من اوسط ما تطعمون. یه وقتی امکان داره بهترین خوراک بخورید، یه بار دو بار بشه، خب این هیچی. یه وقتی میشه امکان داره شما یه خوراک خیلی ساده بخورید، خب اینم برایش حکم مترتب نمیشه. در این وسط اون خوراک غالب شما میشه من اوسط ما تطعمون اهلیکم، ده تا مسکین رو بعد غذا بدی. یا لباسشون، بهشون لباس بدی. دو، او تحریر رقبه، آزاد کردن برده. سومی چیه؟ فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام، اگه برده نیافت سه روز روزه میگیره. نه اینکه ابتداعا بره سه روز روزه بگیره، نه، از اینجا شروع میشه. گزینه نیست که شما اختیار کنید، نه، این ترتیب هست. اطعام عشرت مساکین، پیدا نکردی تحریر و رقبه، نتونستی پیدا نکردی فصیام ثلاثت ایام، سه روز روزه میگیره. پس این ترتیبی است که خداوند قرار داده و در این حدیث هم فرمودن که کفارتو میدی. خب در حدیث دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو ذر رضی الله عنه میفرمان که، خود ابو ذر میگه که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میتونیم حدیث با هم دیگه ببینیم. ابو ذر رضی الله عنه میگوین که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمودن که یا ابا ذر، ای ابا ذر، اراک ضعیفا، من تو را ضعیف میبینم. و اینی احب لک ما احب لنفسی، من آنچه که برای خودم دوست دارم برای تو دوست دارم، خیر من برای خودم دوست دارم برای تو هم خیر رو دوست دارم. این نصیحت منو، سفارش منو بشنو. لا تأمرن على اثنین، بر دو نفر هم امارت نداشته باش. ولا تولین مال یتیم، و مال یتیمی هم به عهده نگیر. به روایت امام مسلم. خب ابو ذر رضی الله عنه از جمله کسانی است که در مکه مسلمان میشه و بعد سرگذشتش هست دیگه، که اعلان میکنه وحدانیت خدا رو، شهادتین میده، چگونه اهل مکه باش رفتار میکنن. یک کتک مفصلی میخوره. حضرت عباس رضی الله عنه در اون زمان که هنوز مسلمان نبود، اونو نجات میده. میگین شما قافله تجارتون از قبیله اینها میگذره، تجارتتون اقتصادتون میخوابه، نجاتش میده. و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه برگرد به قومت و هر وقت شنیدی که من قیامی داریم، حرکتی داریم، جایی رفتیم، از مکه بیرون رفتم، اون وقت بیا. که دیگه میاد به مدینه ابو ذر غفاری رضی الله عنه. با اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد ابو ذر هم میفرمان که خیلی انسان صادقی است، خیلی انسان صادقی است، اما صادق بودن به معنای این نیست که بتونه حکومت کنه. به طبیعی است، چقدر انسان‌های صالحی هستن، ولی خب نمیتونه. صالح هست، انسان خیلی خوبی است، اما اینکه بتونه حکم کند نمیتونه. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو ذر اینو میفرماند. حالا رسول الله افراد خوب میشناختن، شخصیت انسان ها رو خوب میشناختن، حالا چی بگیم از طریق وحی بوده و یا اینکه واقعا شخصیت شناسی رسول الله است. حقیقتا این شخصیت اصحابشون میدونستن که هر کدام چه ویژگی دارن، به چه چیزی گرایش دارن و از اونها این استفاده رو میبرد. هر کدام در هر زمینه‌ای که مناسب میدیدن
و در اون زمینه میتونستن خدمت کنن، رسول الله صلی الله علیه و آله از اونها استفاده میکردن. در اینجا به ابوذر از این طرف میفهمن که خیلی انسان صادقی است، و بعد به ابوذر هم میفرمان که تو نمیتونی، تو ناتوان هستی، هیچ وقت دو نفر هم که باشین تو سفر هم باشید تو امیر نشو. معمول این گونه بوده که هر وقت میرفتن جایی، از دستورات دین این است که بالاخره یکی به عنوان مسئول باشه، یکی باید مسئول باشه. دو نفر که میرید میگه یه نفر بالاخره باید امیری باشه، اون باشه که بگه این کار انجام میدیم نمیدیم فلان. میگه دو نفر هم که باشید بر کس مسئولیت رو به عهده نگیر، نمیتونی، و مال یتیم رو هم به عهده نگیر، این کارا نمیتونی، در حوزه تخصص تو نیست، نمیتونی. این کسر شأنی برای ابوذر رضی الله عنه نیست. اون حقیقتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که شخصیت شناسی دارن بهشون میگه، میگه تو این کاره نیستی. ولی در مقابل مثلا وقتی که خالد بن ولید رضی الله عنه مسلمون میشه، فوری فرماندهی رو بهش میده، چون میدونه که فرمانده قدیری است، این تخصصش این هست. مغز و تفکر جنگی داره. خب در مقابل نمیاد که دیگه پست ها مقام های دیگه بهش بده. خب هر رسول الله صلی الله علیه و آله هر کس در هر زمینه ای که میدیدن که واقعا میتونه تخصص داره ازشون استفاده میکرد. پس در اینجا به ابوذر رضی الله عنه میگه که من خیرخواه تو هستم ای ابوذر، مسئولیت رو به عهده نگیر. پس وقتی که انسان میدونه از خودش نمیتونه، دستش بسته است، نمیتونه کاری کنه، چرا خودش رو کاندید کنه؟ وقتی که دستت بسته است، اصلا نمیتونی کاری انجام بدی، نمیتونی خدمتی کنی، نمیتونی حقو بگی، حقو نمیتونی ادا کنی، چرا کاندید بشی؟ وقتی که چشم انسان دنبال یک پستی است، حاضر هست خرج میکنه، میلیون ها خرج میشود، حالا پول کثیف باشه، پول حلال و پاک هم باشه، اینه که اینجا میشه چی؟ انسان به خودش واگذار میشود، یه توفیق خدا شاملش نمیشه، برای رسیدن یک پستی این همه خرج میکنه. در روایت دیگه ابوذر رضی الله عنه میفرمان که گفتم که این روایت ببینیم که یا رسول الله حالا تستعملونی؟ یا رسول الله منو به کار نمیگیری؟ به این پستی مسئولیتی بده، حالا تستعملونی؟ اینجا ابوذر در این روایت میبینیم این روایتو با هم دیگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم پست و مقام میخواد. میگه که فضرب بیده علی منکبی، دستشون دست مبارک و شریفشون میگه بر دوش من زدن، بعد فرمودن که یا ابوذر انک ضعیف، ای ابوذر تو ناتوانی، ضعیفی، و انها امانه، این پست ها مسئولیت ها امانت هست، دقت کنید دیدی که اسلام داره، و انها یوم القیامت خزی و ندامه، در روز قیامت هم سبب پشیمانی انسان میشه، سبب ذلت انسان، خاری انسان میشه. الا من اخذها بحقها و ادا الذی علیه فیها، مگر کسی که به حق این پستو بگیره و امانتو ادا کنه. به روایت امام مسلم، اصلا که حدیث صحیح هست، اینجا میبینیم که ابوذر رضی الله عنه خودشون از رسول الله صلی الله علیه وسلم این پستو میخوان، میرن از رسول الله میخوان، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوذر رو میشناسن دیگه، و گفتیم که رسول الله در شناخت
شخصیت اصحابشون چه گرایشایی دارن، چه کارهایی میتونن انجام بدن، خب متخصص بودن، خوب میشناختنشون. فرمودن که تو ضعیفی، نمیتونی ابو سهل، از عهدش بر نمیایی. و انها امانه، این امانت هست. انسان از سوال میشه، امانت است. دقت کن الان میگه این امانتی است که به تو سپرده شده. هر کس در هر مسئولیتی که هست امانت هست. انسان کاندید میشه، این همه خرج میکنه، میخواد یک امانتی را تحویل بگیره، در حالی که در اصل برامش چیز دیگری است. و خیلی از این کسانی که کاندید میشن و چه بسا وارد مجلس میشن یا بالاخره هر پستی میگیرن، به هیچ عنوان شایستگی و صلاحیتش رو ندارن. و متاسفانه خب پست هست، موقعیت هست، مقام هست، منصب هست، پول درش هست، وضعیت مالی خوب میاره، یا بالاخره همون مقام و منصبی است و قدرتی که میاره، واسطه هایی که میاره، امر و نهی که امکان داره کنه. فرمود که امانت هست. این دید ما باید داشته باشیم که هر پستی امانت هست. در روز قیامت هم میفرمان که چی؟ خزیون و ندامه. روز قیامت سلام علیکم. سلام علیکم. اما در روز قیامت سبب ذلت انسان میشه، پشیمانی. خب یه نفر، دو نفر، چند نفر، این همه خلق الله باید پاسخگوشون باشه. همه ازش شکایت دارن، کوتاهی کرده، کوتاهی نکرده. خزیون ذلت و خواری است و ندامه، پشیمانی است. بدین خاطر این دید هست که حضرت عمر رضی الله عنه می فرمودند که این یکی برای کل آل عمر کافی است، نمیخواد دیگه. من حاکم بودم کافی است، من سرراست در برم خوبه. پاسخگو خواهد بود، یه نفر، دو نفر، بعضی یک شهر نیست، یک روستا نیست، یک استان نیست، صحبت از هزار نفر، ده هزار نفر نیست، صحبت از میلیون ها انسان هست، مسئولیت دارد. میگه این که من یه راست در برم، فقط هیچی، سر راست در برم، نه این بر علیه من، نه برای من، این نعمت بزرگی است. وقتی که انسان این دید داشته باشه، توفیق خدا همراهش خواهد بود. خدمت به خلق کنه، بخواهد، نه اینکه دنبال پست باشه. خزیون و ندامه، روز قیامت ذلت و خاری و پشیمان. پشیمان هست، ولی پشیمان دیگه فایده نداره، مگر کسی که به حق، به حق بگیره بیاد، واقعا این بدونه که امانت هست، مسئولیت هست، میخواد خدمت کنه. در روایت بعدی از ابو هریره رضی الله عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انکم ستحرسون علی الاماره، شما بر امارت، بر حکومت، بر پست های حکومتی حرص میورزید، دوست دارید داشته باشید. و ستکون ندامتا یوم القیامه، و روز قیامت پشیمانی خواهد بود. الان انسان حرص می‌ورزه، چقدر سعی و تلاش میکنه، چقدر امکان داره واسطه داشته باشه، چقدر بخواد خرج کنه، پول بدهد، و بعد در این انتخابات میخواد چقدر پول میدهد، چقدر خرج میکنه، حرص داره، میخواد به این دست یابد. خب روز قیامت چی؟ ندامه، پشیمانی. این روز قیامت خواهد بود.
پس انسان دنبال پست و مقام نباشه، مسئولیت هست، امانت هست، به خصوص جامعه‌ای که میگه من مسلمان هستم. هر کس در به خصوص مسئولین مسئولیتشون سنگین هست در درگاه خدا. حساب نکنند که خب یه پستی داره، این پست امانت هست، در روز قیامت هم خزی و ندامت هست، ذلت و خاری، پشیمانی که دیگه فایده‌ای نداره. بحث بعدی که امام نووی رحمت الله علیه مطرح میکنه اینه که میگه که حاکم و قاضی، هر کس هر پستی داره از ولات امور، که یک وزیر صالحی، همنشینی، مشاور خوبی را انتخاب کند. اونهایی که همنشینان بد هستند، مصلحت طلب هستند، دنیا پرست هستند، از اونها برحذر باشه. این بحث هم با هم دیگه ببینیم. میفرمان که اولین قضیه که استدلال میکنه امام نووی آیه از قرآن هست که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان، اونهایی که دوستان صمیمی هم دیگه بودن، در اون روز، یعنی در روز قیامت، دشمن هم دیگه خواهند بود. بعضیشون دشمن بعضی دیگه خواهند بود، یعنی دشمن هم دیگه خواهند بود مگر پرهیزگاران. یعنی این که حالا اینجا امام نووی این بحث رو میارن، میگن که هر کسی پستی داره، مشاوری که انتخاب میکنه، مشاور خوب انتخاب کنه که کمکش کنه، حق و نشونش بده، نه این که مشاوری باشه که اونو گمراه کند، از راه حق به در ببرد. بدین خاطر میبینیم که اونهایی که مشاوران حضرت عمر بودن، قرای قرآن بودن. قرای قرآن نه برداشت امروز ماها که مثلا فقط قرآن بخونه. قرای قرآن در اون زمان کسان که واقعا اهل فهم قرآن بودن، فقها در قرآن بودن. اینها تو مجلس حضرت عمر بودن، اینها مشاورین حضرت عمر بودن، چه از صحابه و چه از تابعین. معیار این بوده. پس اونهایی که دیگه مشاوری که انتخاب کرده چه کسانی هستن؟ اونهایی که میفرمان در این آیه دوستان صمیمی همدیگه هستن، الاخلا، خلیل یعنی دوست صمیمی، در روز قیامت دشمن همدیگه میشن مگر پرهیزگاران، مگر چیزی که بر اساس تقوا بوده. آنچه که بر اساس دنیا بوده، مصلحت دنیوی بوده، میگه این انسان ها در روز قیامت دشمن همدیگه خواهند بود. دشمن همدیگه خواهند بود. پس بهترین ها انسان باید بر اساس تقوا، دوستیش با دیگران بر اساس تقوا باشه، به خاطر خدا باشه، نه به خاطر مصلحت و منفعت. در این حدیث، در حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نقل میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا اراد الله بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسی ذکره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. میگه از خیلی که خدا برای فرد در نظر میگیره، برای یک امیر، یک مسئول، اینه که مشاور درستی داشته باشه، مشاور راستی داشته باشه، وزیر صدق، یعنی واقعا انسان صادقی باشه، کاملا صادق هست. اگه یه وقتی چیزی را فراموش کرد، یاداوریش کنه.
ذکره، این نسیه ذکره. او خیلی وقت هاست انسان فراموش میکنه. میخونیم در سیرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه که یکی از آن کسانی که از مشاوران حضرت عمر بودن در مجلس حضرت عمر شرکت داشتن، اموش میاد میگه که خب تو در نزد امیر المؤمنین مقام و منزلتی داری، اجازه بگیر میخوام بیام پیش امیر المؤمنین. وقتی میاد، دقت کنید الان بحث اینجاست، وقتی میاد با تندی با حضرت عمر برخورد میکنه و اتهاماتی وارد میکنه، حضرت عمر ناراحت میشود که همطور که فرمودن که مشاور خوب اینجا بود که بهش گفت که آیه قرآن یادآوری میکنه که اگه جاهلان چیزی گفتن گذشت میکنه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، که حضرت عمر تسلیم میشن دیگه. دقیق اینجا یادآوری است. خب انسان فراموش میکنه، یادآوری شدن توسط مشاور، نه این کار انجام نده. خداوند اینو فرموده، جامعه ای که دقت کنید بر اساس ایمان و تقواست، بر اساس ایمان و تقوا. این نسی ذکره، اگه فراموش کرد یادآوریش میکنه. و این ذکر اعانه، اگه بیاد داشتم کمکش میکنه، نه اینکه وزیر بیاد خودشو یا اون مشاور همکاری نکنه، بلکه امکان داره سنگ اندازی هم نکرد اینکه ولش کن خودش انجام بده. نه، وزیر صدق این است که وزیر صادق، مشاور درست اینه که اگه فراموش کرد یادآوریش میکنه، اگه بیاد داشت اعانه، کمکش میکنه در انجام دادن درست کار درست. اما برخلاف این، وقتی که وزیر حاکم، خب خودش امکان داره اصلا بد باشه، یا انسان مهملی است، اهمیت نمیده، امور سپرده به دیگران. مثلا وقتی که اونگونه بشه، وزیر سوء داره، چون وقتی که آدم خودش خوبه دنبال این است که مشاور خوب هم داشته باشه، میاد بهترین ها رو انتخاب میکنه. آدمی که بد هست میاد مثل خودش انتخاب میکنه، اونی که فاسد هست، اونی که یه مصلحت میبینه در این که هر چی این گفت انجام بده. خودش بد هست، مشاور هم بد انتخاب میکنه دیگه. اینجاست که امیری که اینگونه هست، مسئولی که اینگونه هست، وزیری که اینگونه باشه، هر کی باشه، اگه فراموش کرد مشاور یادآوری نمیکنه، برای چی یادآوری کنه؟ اگه بیاد داشتم کمکش نمیکنه، میخواد یه چیزی هست اصلا کمکش نمیکنه. انسان اینو ما دیگه در جوامع خودمون واضح و آشکار میبینیم این قضایا رو، که هر کس بد هست بدها را انتخاب میکنه، اون که بد هست نمیاد خوب رو انتخاب کنه، اون که خیرخواه هست خب میاد کسی که خیرخواه هست انتخاب میکنه، در عنوان وزیر خودش، مشاور خودش قرار میده. اونی که بد هست، در فکر اختلاس هست، دزدی هست، فکر واسطه هست، خب چه کسانی اون انتخاب میکنه؟ خب هم فکر خودش، هم نوع خودش رو انتخاب میکنه دیگه. خب چون دیگه بحثای دیگر هست،
در نهایت این بحثمون حدیث باری میاریم از ابو موسی اشعری رضی الله عنه که میگه که من و دو نفر از عموزاده هام رفتیم پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم که یکی از اونها گفت که یا رسول الله امرنا علی بعض ما والله کالله عز و جل، یا رسول الله ما را مسئول بعضی از امور قرار بده. و دیگری هم همینو گفت. ابو موسی اشعری میگه که با انا و رجلان من بنی عمی، از عموزاده هم رفتیم پیش رسول الله، هر دوتاشون تقاضای یه پستی کردن که رسول الله بونها یه پستی بده. رسول الله فرمون که انا والله لا نولی هذا العمل احدا سأله او احدا حرس علیه، ما سوگند به خدا پست و مقام به کسی که دنبالش باشه نمیدیم. نهایتا اینو بگیم که این در مورد یک جامعه است که رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کرده بودن، بهترین ها بودن. وقتی یکی دیگه میاد تقاضا میکنه، یعنی اینکه چشمش دنبال این پست و مقام هست چه بخواد سوء استفاده کنه. آدم ها خیلی خوب هستن، تربیت شده ها هستن، اما در گفتیم که خلاصه بحث اینه که جامعه ای که یه فرد خود را واقعا شایسته بدونه میتونه خدمت کند، اینها رو بیادم داشته باشه که امانت هست، در قیامت هم خزی و ندامت هست، اینها رو بیاد داشته باشه اشکال نداره، برش احیانا برش فرض میشه که بیاد یک پستی را به تحویل بگیره، اما به شرط اینکه واقعا کسی دیگه نباشه و کسی مثل اون نمیتونه این کار را انجام بده، مثل همون کاری که حضرت یوسف علیه السلام انجام دادن. پس دنبال انسان در اصل این است که دنبال پست و مقام نباید باشه، مسئولیت هست، مردم باید انتخاب کنن، دنبال پست و مقام نباشیم که توفیق خدا هم از انسان گرفته میشه. خداوند زمانی به انسان توفیق میدن که انسان واقعا خواستار اصلاح باشه. و در این احادیث دیدیم که کسی که دنبالش هست از توفیق خدا محروم میشه، چون نیت خیری ندارد. غالبا این گونه هست. خب وقت برنامه هم تموم شد. صلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.